آقای غفور، شنیدیم که به هر حال قانون سرباز قهرمان شامل حالتش ولی پیگیر نیستی، چرا؟ والا ما خدمتمون رو رفتیم، یعنی من شد 2 سال پیش رفتیم، آموزشمون هم گرگان بود، بعد دیگه مسابقات آسیا که رفتیم قهرمان شدیم، درسته سرباز قهرمان به ما میخورد و میتونستیم معافیت بگیرم، خب ما خدمتمون دیگه تمام شده بود، کارت پایان خدمت گرفتیم. میگن امیر غفور برخوردش با هوادارا خیلی خوبه، با میسه تک تک به همه امضا میده، عکس یادگاری میگیره، حالا دلیلش چیه فهم میکنید؟ حالا این اخلاقو فکر میکنم ورزشکارا همشون دارن، حالا مخصوص والیبال هم نیست، همه ورزشکارا باید اینجوری باشن، چون بالاخره نسبت به لطفی که مردم به ما دارن ما مسئولیم که خب جواب اون لطفو بدیم. حالا شاید بعضی جاها هم کمکاری میکنیم، اما تا اونجایی که بتونیم قطعا با همه خب خوب برخورد میکنیم. چرا کم مصاحبه میکنید؟ خیلی کم پیش میاد مدت هاست. والا کم مصاحبه کردنه ترجیح میدم زمانی که حرفی برای گفتن داشته باشم و واجب باشه که مردم بدونن مصاحبه کنم، اینجوری نیستش حالا بخوام کم مصاحبه کنم، اما زمانی که حرفی برای گفتن داشته باشم قطعا خب میگم دیگه. یه زمانی میگفتن به امیر غفور، حالا به شوخی میگفتن پسر ولاسکو، چرا؟ چی شوخی هم نبود، ولی خب والا آی ولاسکو رو خب هم اکثر بچه‌ها دوستشون داشتن، هم آی ولاسکو خب خیلی بچه‌ها دوست داشتن، خب طبیعیه که حالا مثلا چند تا بازیکنان رو بیشتر دوست داشته باشه، اینجوری نبود که فقط من باشم. سید محمد موسوی لقب داد، درسته؟ والا سید نمیدونم چه دشمنی بود، الان خودش به سر کوهاچه. همین سوال بعدی رو جواب بدی، حالا با توجه به اومدن کوهاش به کی میگی تو سر کوهاش؟ من خودشه، الان خودش هم سر تمرین ها مثلا یه من این ور اونور میشه چیز میکنه، به آقای کوهاش میگه که من پسرتم و به نفع ما بگی. آره. بزرگترین درسی که از ولاسکو گرفتین چی بود؟ بزرگترین درسی که از آقای ولاسکو گرفتیم، خب واقعیتش آقای ولاسکو خیلی رو ما تأثیر گذاشتن خارج از والیبال، من کار به والیبال هم ندارم، رو زندگی خیلی از ما تأثیر گذاشت و نکات خیلی مثبتی که میتونیم حالا ازش یاد گرفته باشیم و اون صبور بودن، تلاش کردن تا به اون هدف رسیدن، حتی هدفهای خیلی بزرگ که شاید یه روز اصلا باور نمی‌کردیم به اونجا برسیم، اما دیدیم اگر آدم بخواد و صبور باشه میتونه به همه جا برسه. شوخترین بازیکن تیم ملی والیبال فرهاد قائمی دیگه، احتمال 90% همه میگن آره فرهاد قائمی، بچه باحالیه، با کوچکترین جرقه آماده هر گونه چیزی هست. خنده‌دارترین اتفاقی که برای امیر غفور تو اردوی تیم ملی پیش اومده چی بوده؟ خنده‌دارترین اتفاق، والا کلا محیط اینجا شاده، بعد اکثرا میگم میخندن، بعد همه اتفاقاتی که داره در طول روز برام میفته خیلی شاده، و این که من میخواستم جدا کنم بگم فقط این اتفاق خیلی خنده‌دار بوده، منم شاید حالا الان حضور ذهنم اما خیلی محیط شاده و همه در کنار این که داریم تمرین خیلی خوب و جدی میکنیم اما محیط شادی هم داریم. اگه والیبالیست نمیشدی؟ اگه والیبالیست نمیشدم من قطعا، چون درسام خوب بود تو یکی از رشته‌هایی که فکر میکنم خودم زبانو خیلی دوست داشتم، یه چیزی که مربوط به زبان بشه یه مثلا شغلی پیدا میکردم. بعد ارزم به خدمتون بهترین اسپوکر دنیا به عبارت بهتر الگوی امیر غفور. الگو والا من از بچگی اون بازی آقای میلکوویچ خیلی دوست داشتم، بازیکن خوشخزن سربستان که تونستم باشم قهرمان المپیک بشن، و هم از لحاظ رفتاری هم از لحاظ، اما رفتاری حالا مسی اصلا والیبالیست هم نیست، اما از رفتاری مسی خیلی خوشم میاد، اما فنی میلکوویچ خیلی دوست داشتم. چرا والیبالیست ها هوای سعید معروف خیلی دارن به خصوص اسپوکر؟ چون سعید معروف هم هوای بچه‌ها رو داره. مصاحبه ما چطور بود؟ خوبه والا، جدید بود، چیزای جالبی گفت به شما. عنوان سوال آخر، فکر میکنید بتونیم از عنوان چهارمیمون در لیگ جهانی دفاع کنیم یا عنوان بهتری رو به دست بیاریم یا نه؟ ببینید امسال ما خیلی کار سختی داریم نسبت به این قرعه‌ای که داریم و شناخت که حریفانمون از ما پیدا کردن، یه ذره کارمون سخته که بخوایم نتیجه خیلی خوب بگیریم، اما ما قطعا حتی به چهارمی هم راضی نیستیم، میریم برای بهترین هدف و میریم که بهترین نتیجه رو بگیریم، حالا دیگه تلاشمون رو می‌کنیم، ان شاءالله هر نتیجه‌ای هم به دست اومد راضی می‌شیم. این روحیه شاد از کجا میاد؟ قربون شما، مرسی. آره خدا شو خیلی خوبم، شاید بهتر از قبل. خب
محیط اینجا خیلی خوبه، انقدر خوب آدم انرژی میگیره و همیشه سر حاله. خدا معمولا خب بچهای گنبد ساکتن، خیلی حرف نمیزنن، ولی فراد قایمی خب اینقدر فرق. نه بابا تو خیلی هم شوخ و پر انرژی ان. صدر آزمون که میشناسید؟ بله. سردار معروف تره تو گنبد یا فراد قایمی؟ خب تو گنبد خب شهری که واقعا ورزشکاراشو دوست دارن، حالا فرق نمیکنه چه رشته باشه، ولی خب هدف اینه که حالا هر بازیکنی تو هر تیم باشه هدفش اینه که واقعا دل مردمشو شاد کنه و میم هممون هدفم همینه، دنبال چیز خاصی نیستیم، ان شاءالله که بتونیم. خیلی خوبه که یه شهر کوچیک به هر حال دو تا ورزشکار ملی تو این سطح داره، درسته؟ خب ورزشکار که زیاد داشتن قبل دوره قبل ما، خب ورزشکارا واقعا مسیرهای خیلی خوبی بودن، چه تو والیبال و چه رشته‌های دیگه، ولی خب الان دوره رسیده که خب الان ما اومدیم سر زبونا و مطمئن باشین که مردم هیچ با اون اسطورهای قبلیشو اصلا فراموش. خلیل آزمون، حبیب کوزلی، بای محمد دوج، بله اصلا اونا رو فراموش نکردن و واقعا توی محیط خیلی خوب و گرم همیشه دور همین گمدم که ببینیم، همیشه هم دیگه رو می‌بینیم و واقعا از این موقعیتی که هست و از این شرایطی که هست واقعا داریم لذت می‌بریم. فراد قایمی سرویس دادن از کی یاد گرفته یا الگوش کی بوده؟ این نوع سرویس دادن منو خواسته. خب سرویس دادن خب یه چیز انفرادیه و هر کی یه تاکتیک خاص خودشه داره. خب از همون اولش خب پرشی می‌زدم، ولی یه مدت می‌رفتم تو کارو سرویس موج زدن و دیدم که نه پرشی بهتره و خب با اون سبکی که در اومد دیگه تو همون زمینای تیری هم همینجوری سرویس می‌زدن قبل اینکه بیام تیم ملی که آخرش اینجوری شد. توپو می‌گیری به هر حال توپو می‌بوسی چیکار می‌کنی اون لحظه چه اتفاقی می‌افته؟ این به هر حال انرژی بهت میده یا چیه قضیه؟ توپو که نمی‌بوسم، حالا تو همین زمینای تیری که مسابقات عروسی که برگزار میشه تو شهر دیگه تو سانگولستان. من توضیح جسارتاً بدم، شهرستان گنبد مرسومه که به هر حال جشن عروسی کنارش والیبال هم برگزار میشه، از این جهت های قائمی گفتن. بله بعد اون سمبالای اون تماشاگرها میگفتن که آقا توپو ببوس سرویس بدن، آقا این الان خاکیه تو کم کثیفه. گفت اول که نمی‌بوسم بعدم که اینجوریه، ولی نه ولی خب یه تمرکزی که مثلا قبل سرویس به دست میارم و خب میتونم بیشتر تمرکز کنم، با تمرکز بالا بزنم، بیشتر به خاطر همینه. قهرمانی آسیا که دیگه به هر حال مرداد ما برگزار میشه و طبیعتاً گروه ما هم کویت و قزاقستان و چین تایپه و اینا که نمیتونن درد سر ساز بشن، بیشتر لیگ جهانی مطرح. فکر میکنیم بتونیم از عنوان چهارمون دفاع کنیم؟ خب اول همین جام ملت‌های آسیا رو بگم، واقعا یه تورنمنت سختیه چون همه تیم‌ها با انگیزه خیلی بالا جلوی ایران بازی میکنن و ما هم باید از لحاظ انگیزه واقعا بالاتر از اینا باشیم که بتونیم قهرمانی رو دوباره تکرار کنیم. خب لیگ جهانی امسال هم که خب تو بهترین گروه هستیم و همه تیم‌ها خوبن، حتی خود ایران هم خوبه و همه چی برمیگرده به اون شرایط مسابقات، ببینیم چجوری شروع میشه و چجوری تموم میشه و هدف ما اینه که بریم بهتر عملکرد نشون بدیم و مثل سالهای قبل هر چی داریم تو هر بازی ارائه بدیم و بتونیم بهتر عملکرد به دست بیاریم.